درود به شما براندازهای عزیز. دزد معروف تهران همچنان در حال گوشی دزدیه و رادان با اون همه ادعاش هنوز نتونسته دستگیرش کنه. امروز هم یه ویدیوی دیگه از سرقت گوشی توسط این دزد معروف منتشر شده. جالب اینجاست که نیروی انتظامی گفته دلیل اینکه هنوز نتونستیم دستگیرش کنیم انتشار ویدیوهای سرقت این دزد معروف در فضای مجازی بوده. دزدی که به تنهایی اقتدار رادان رو به سخره گرفته. کسی که یکی از عوامل اصلی تعرض به دختران آزادپوش در خیابون هاست. واقعا نمیدونم این ارزشی ها چه مشکلی با زنان دارن. یه ویدیوی کوتاه از مسابقات پاورلیفتینگ زنان منتشر شده که قدرت و استعداد ژینا عزیزی در این رشته رو به نمایش گذاشته. ارزشی ها در فضای مجازی نه تنها به این ورزشکار بلکه مسئولین برگزار کننده این مسابقات به شدت حمله کرد. چند روز قبل بود که حزب الله یه ویدیو از پایگاه‌های موشکی بزرگش در زیر زمین منتشر کرد. پایگاه‌هایی که پر بود از موشک‌های تولید شده توسط سپاه. بعد سپاه اعلام کرد که در زیر تمام کوه‌های ایران پر از این موشک‌های بالستیکه. فقط چند روز از انتشار این ویدیو نگذشته بود که اسرائیل پایگاه موشکی حزب الله در زیر زمین رو به طور کامل منهدم کرد. آشپزی نیمه شب نتانیاهو در لبنان به گفته بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها بزرگترین شکست خامنه‌ای در لبنان بوده. جالب اینجاست که کانال بیسیمچی برای ماله کشیدن روی این شکست ویدیوی بمباران دیشب اسرائیل رو با کپشن فیلم دیده نشده از عملیات وعده صادق منتشر کرده. جالب اینجاست که مردم لبنان دیشب خوشحال بودن و سود می‌زدن. صوت یا الله هی الصواريخ هيهم طلع طيارات الاعتراض هيهم ولا اشي السما كلها مضويه ولاي. حمله شدید اسرائیل به پایگاه‌های موشکی حزب الله بیشتر از همه سردار آزمون یکی از بازیکنان تیم ملا رو ترسوند. کسی که میخواست مثلا با انتشار عکسی از خودش در کنار یکی از بازیکنان تیم ملی اسرائیل خودش رو سفید کنه. فکر میکرد مردم خیانتهای خودش و همبازیانش رو در تیم ملا فراموش کردن. اما وقتی دید اسرائیل زده بعدم زده و اوزاخیته با خودش گفت فعلا بی خیال فریب دادن مردم و دوباره رفت سراغ همون کار همیشگیش یعنی کاسلیسی. آزمون عکس خودش و همتیمی اسرائیلیشو حذف کرد و به جاش عکسی که با چفیه در تیم مولا گرفته بود رو جایگزین اون کرد. قالطاق بازی‌های نماینده‌های مجلس هم همچنان ادامه داره. جایی که باید محل قانونگذاری باشه پر شده از قانون شکنی. هیچ شرم و ابا و حیایی هم از علنی شدن قانون شکنی‌هاشون ندارن. گودرزی به عنوان نماینده مخالف وزیر پیشنهادی کشور ثبت نام کرد و وقتی بهش تریبون دادن این جمله رو گفت. جناب آقای دکتر مومنی، بنده به عنوان مخالف ثبت نام کردم اما مطمئن باشید به عنوان موافق جناب عالی رأی خواهم داد. اما خامنه ای امسال هم مثل پارسال هر کاری میکنه تا بتونه تعداد بیشتری از ارزشی ها رو در اربعین به کربلا بفرسته. اونم در حالی که خودش جرأت رفتن به کربلا رو هیچ وقت نداشته. اربعین شیطون بلای ارزشی ها هر سال پر بوده از رسوایی های مختلف. عراقی ها هم که مشهد و قم رو تبدیل به حرمسرای خودشون کردن و از ارزش پایین پول جمهوری اسلامی استفاده میکنن. این روزا هم خودشون عراق رو ترک کردن و برای عشق و حال به ایران اومدن. چفلای عراقی با شیولت کامرون اومدن ایران. نگاه کنید اینا اینجا میان اربعینشون رو کار میکنن. اینا
شما پای پیاده میرین اونجا، موفق باشید. ماموران عراقی هم انگار تازه دارن میفهمن که ارزشی جماعت همه جا دنبال سوراخه. دخترای ارزشی هم وضعشون بدتره. امروز از کیف فرمانده یکی از پایگاه‌های بسیج قم که داشته برای اربعین وارد عراق می‌شده کلی کاندوم کشف کردن. کسی که مسئول یک کاروان از بسیجی‌های دختر و پسر قمی به کربلا هم هست. به نظرتون این همه کاندوم رو برای چی به کربلا برده؟ برای اون ارزشی هم که قراره بیاد و بگه حتما همسرش هم با خودش برده، لازمه بگم که مگه مقام عظماتون نگفته جهاد فرزند آوری؟ جايب فلوش تريد انت تضريح قاعد تسوي ماشي حرام بابا حرام انت جاي زياره هذا لا موجود القاب قبل القبل كافي كافي زياده هذا واجد مدام يلا اوكي مسافر ايرا هذا صادر اخوي صادر صادر بعد جايب فلاشات وياك کبرا خزعلی هم به جای بررسی کاندوم بازی بسیجی ها در عراق مدعی شده دختران آزاد پوش از عمد میرن جلوی گشت ارشاد تا بهشون تعرض بشه. وقتی میرن در کمین پلیس قرار میگیرن و عمدن کاری میکنن که خب پلیس هم وظیفه‌شو انجام بده، داره یک قانون شکنی میکنه باهاش برخورد بکنه، خب طبیعی که این برخورد طبق قانون که من الان میخونم مصوبه ای داریم در 21 وظیفه نیروی انتظامی داره، باید وظیفه‌شو انجام بده. اگر نداد ترک فکر کرده، اگر نداد گناه کرده، اگر نداد باید زیر سوال بره نیروی انتظامی. در ویدیویی که چند روز قبل از بازداشت وحشیانه دو تا دختر نوجوان توسط گشت ارشاد منتشر شد، کاملا واضح بود که چقدر عمدی خودشون رو در معرض دید گشت ارشاد قرار میدن. همه تلاششون رو کردن تا مخفی بشن و گیر این وحوش مریض جنسی کاندومباز نیافتن، ولی موفق به انجام این کار نشد. خزعلی نسبت به دو تا تارموی دختران آزادپوش حساسه، ولی فساد جنسی گسترده موجود در پایگاه‌های بسیج اصلا براش مهم نیست. خانم لیلا حسینزاده که پدرش سرتیپ خلبان رحمت حسینزاده در جریان جنگ ایران و عراق جونش رو فدای میهن کرده، به سفر اربعین شیطون بلای ارزشی ها واکنش نشون داد. با یاد جاویدان جنگ ایران و عراق، اون کسایی که هر سال کربلا میرید و کربلا براتون مهمه، در مسیر کربلا میدونستید زیر اون خاک اسکلت و استخونهای رزمندهای ایرانی هست؟ میدونستید قباسای ایرانی رو برادران مسلمان عراقی شما دست بسته زنده به گور کردن؟ میدونستید زن و دخترای ایرانی رو برادران مسلمان عراقی شما تجاوز و زنده به گور کردن؟ در میدان بغداد کلاخودهای ایرانی رزمنده های شیر بچه های ایرانی رو دیدید؟ لازمه که در انتهای یکی از اون ماده بسیجی هایی رو که با محموله ای از کاندوم به عراق رفتن بهتون معرفی کنم. سلام خدمت مقام عظما، بنده یکی از همین فاطمه کماندوها هستم که به فرمان آتش به اختیار شما این روزها تو خیابونها به کار ارشاد کردن مشغول هستم. قبل از اونم همش تو خونه بودم، از بس بهم آفتاب نخورده بود شبیه پادری توالت شده بودم. الانم یه شعر گفتم که میخوام براتون بخونم. من فاتیم، من رهبرم را دوز دارم، دست چلاغ سرورم را دوز دارم، مادر بزرگ و مادرم فاطمه کماندو، شغل شریف هر دوشان را دوز دارم. ببرین. کارم شده گیر سپیچ بدحجابی، این حالت زجرآورم را دوز دارم. گفتی برو ارشاد کن، ارشاد گشتم، این گونه های پرپرم را دوز دارم. مشت و لگد می آمد و من مانده بودم، اول تهم را یا سرم را دوز دارم. در شهر آزادی شعار این و آن است، هم اینور و هم آنورم را دوز دارم. آفرین، طیبال نفسو، خیلی خوب، خیلی خوب.